اول اینکه اعتصاب غذا از نظر شرعی معنی ندارد، اگر با این دید نگاه کنیم که ما در مسیر آرمانی بزرگ در حرکتیم و برای حفظ این ارزش های بزرگ تلاش میکنیم. استفتا کردم من از 4 نفر از مراجع که برای ارزش ها و برای این آرمان ها زیان هم ممکنه برن وارد شه، مگه جبهه میرفتیم تیر و ترکش نمیخوردیم؟ حالا در اعتصاب این تیر ممکنه معده اصابت کنه، به کلیه اصابت کنه و یکی رو از کار بندازیم. ما این همه جانباز داریم، 200,000 شهید و نزدیک 1,000,000 جانباز و مجروح، همه اینها تیرهایی خوردند برای یک آرمان بلندتر، فدای اون آرمان شدند. یا بابی سنز برای استقلال ملتش اعتصاب کرد تا فقیه عالی قدر آیت الله منتظری در اون زمان از ایشون تعبیر به شهید کرد. و در روایت معصوم داریم کسی که در مقابل ظلم بایستد و کشته شود او شهید است. در اینجا در روایت معصوم نیومد اندیشه او رو هم گزینش کنیم، میگه ایستادگی در برابر ظلم. اینها رو میخوام بگم که دامنه شهادت رو که بعضی از آقایون خیلی زیر میکنن و شروع کردن شهدا رو هم ممیزی میکنند و به گزینش میبرند و اگر شهیدی ندونه کفن مرده بالاخره مرد چند تیکه است یا کفن زن چند تیکه است، میگه این چون نمیدونه این تعداد قطعات کفن زن و مرد رو، این شهید نیست دیگه، حساب نمیشه. واقعیت میخوام بگم که نه، این مسیر ایستادن در برابر بی‌عدالتی است. خب سوال اینه که چرا شما اعتصاب قضا کردید؟ راههای دیگه وجود نداشت برای اعتراضتون؟ اما چرا من اعتراض کردم؟ خب همه هستن، دفعه اولم که من رفتم همیشه غذامو خوردم، اعتصابی هم نکردم. میگم در همون قواعد بازی که ظالمانه است و برای یک کار نکرده و برای یک اظهار نظر، برای یک مقاله، برای حزب قانونی، برای تلاش انتخاباتی میبینیم ما دوستان در زندان به سر میبرن، لااقل تو همون قاعده گفت ظلم به سویه عدله و همه همون یکتان ظلم کنید. من در 2 پرونده در واقع وثیقه گذاشته بودم و در یکی منتظر جلسه دادگاه بودم و در دیگری هم قرار بود آخرین دفاعم را انجام بدم. دلیل و بهانه‌ای برای این کار نبود. اون روز من رو دعوت کردم به وزارت اطلاعات برای گفتگو و عودت لوازم شخصی منزل من که 2 سال و اندیست در اونجاست و گرفتن. خب من روز نیمه شعبان روز میلاد حضرت در سایت نوشتم که فردا به وزارت اطلاعات احضار شدم. وقتی مأمور اطلاعاتی ما میگه شما چون نوشتی در سایت کفر ما رو در آوردی، با تو برخورد کردی، ما میخواستیم با تو گفتگو کنیم، آیا کفر یک مأمور اطلاعاتی در بیاد اجازه شرعی و قانونی داره که کسی به انفرادی بره باهاش این برخورد کنه؟ به هر حال با گفتم حکم جلب بدین، من در خدمت تو هستم. حکم جلب اونها حکم جلبی بود که بازپرس نوشته این کلم یکون شده بوده است و حق و من داره که من قبول نپذیرم. گفته این تنلم نکم بوده، منقضی بوده، ما برای اون بعد از اون حکم جلب برای بنده قرار وثیقه صادر کردن، آزاد کردن. بنابراین آقایون اطلاعات تخلف کردن از حکمی که منقضی شده، بهشون هم گفتم این حکم منقضی است و شما دارین تخلف میکنید و گرفتن من در حکم آدم ربایی میشود. اگر میخوان به زور بگیرید، اما من بدون حکم سوار ماشینی که شما آوردین نمیشم. دمی در وزارت هم به جای گفتگو در همون خیابون این صحنه ها اتفاق افتاد. تو خب به طرز بسیار بد ریختن سر من و حالا دستن دست پشت زدن، بعد کف ماشین خوابوندن و اون آقای معمولی که ازش شکایت قطعا خواهم کرد و تا این شکنجهی که داده رسیدگی نشه از پا نمیشینم. این هم فکر نکنن امروز بتونن با قدرت اعمال نفوذ یا تهدیدهای دیگه پرونده رو به هر حال یه جوری سرتش هم بیارن. نه، نوبت ما خواهد شد. همونجا هم تو ماشین گفتم، گفتم اینها شکنجه است، من از شما شکایت خواهم کرد. پاشو گذاشت رو گردن من تا اوین و هنوز عوارضش هست. در این مدت هم هرچی گفتم من رو به یک متخصص جراح مغز و اعصاب یا ارتوپد ببرید ویزیت کنه، این کار رو اجازه ندادن تا الان که امروز انشاءالله عازم هستم که این کار انجام بشه برای درمانم. اولین مسئله اعتراض من بازداشت غیرقانونی بود که این حکم منقضی شده بود. 2، به هر حال با مسائلی که امروز نخواهم گفت، به مسائل مصلحتی در کار هست و بعدا انشاءالله
با مردمی که هیچ وقت نامحرم نبودن و من همیشه مطالبم رو اون چی که بوده با مردم در میان گذاشتم، یک قرار غیر موجه بازداشت موقت صادر شد در همون پرونده ای که من باز وثیقه داشتم، که این هم خواست آقایون اطلاعاتی بود که بهشون برخورده بود، به تعبیر خودشون کفر ما رو در آوردی. آقای خزعلی، فکر میکنید که این اعتصاب قضای شما در روند آزادیتون هم اثرگذار بود؟ ببینید، من فکر میکنم اون تکلیفی داشتم من انجام دادم که اعتراضم رو انجام بدم که آقا شما همون قوانین و همون بازی حقوقی ظالمانه‌تون در مورد من رعایت نمی کنید. خب وقتی وثیقه گرفتید که قرار بازداشت موقت چیه؟ که خیلی جالب است، من اعتراض به این قرار کردم و در این اعتراض در همونجا گفتم از الان اعتصاب قضا میکنم، که روز 28 تیر ماه بود، که خب 26 روز اعتصاب قضا طول کشید که 13 روزش با روزه همراه بود. و جالب است بدونید که تخلف بعدی این است که قاضی پیرعباسی میگه این قرار بازداشت غیر موجه است، یعنی به اعتراض ما در واقع میپذیره اعتراض و میگه قرار غیر موجه است، او هم مینویسه. این شکستن قرار و آزادی من رو هم باز از من پنهان کرد و مدتی موندم در اونجا. این اعتراض ها باید باشه. بنده این اعتصاب رو گفته بودم، تعارف هم نداشتم، من حالا دیگران کار ندارم، ولی یا از دست ساقی کوثر علی ابن ابی طالب علیه السلام میخوردم غذا رو، یا در منظرم با آزادی با خانوادم، که الحمدلله دیشب یه مختصر سوپی با خانواده در منظر افطار کردم. قطعا مؤثر هست و دوستان و پیگیری های دوستان، دعای دوستان در آزادی مؤثر بوده. من همه اینها رو اولا از خداوند میدونم آزادی رو، و دعاهایی که ماه مبارک رمضان همه دوستان کردن، ممنون همه هستم، از همه تشکر میکنم، چه در حوزه اطلاع رسانی و آگاه سازی، چه در حوزه دعا که مهمتر از همه اون دعاست که هرچه هست خداوند انجام میده، ماها همه وسیله هست.